بینندگان عزیز سلام خدمت شما. امروز چهارشنبه چهارم ماه جون سال 2014 و ساعت هم قرار بود 4 باشه ولی کم کم داریم 4:04 4:02 دقیقه است. خبر خوب این که در خدمت آقای عنایت مطلبی هستیم از استرالیا. خیلی خوشحالم که ایشون برنامه هاشون مرتبتر، بهتر، تصویر بهتر، صدای بهتر. و باز هم عذر میخوام از اینکه هفته قبل مشکلی بود ولی ایشون مشکل رو رفع کردن و میبینید که الان صدا و تصویر بهتری امروز با شما هستم. آقای مطلبی سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم. و قبل از این شما شروع کنید، من یه صحبتی رو اون روز پرسیدم از آقای تو برنامه خودم، آقای ذکرالله اتحادالحق، این همشهری نازنین، توضیح دادن که کلمه سعود، من گفتم چرا همه استفاده میکنن کلمه سعود رو، مسیحی ها برای حضرت مسیح، شماها همین کلمه رو استفاده میکنید، و آیا ما واقعا بالا میریم؟ بالا چه خبره؟ همیشه شنیدیم آسمون هفتم و فلان اینا. ایشون گفت نه، از لحاظ معنوی. ولی شما برای من توضیح دادید که یه توضیح دارید، من میخوام اون سوال رو مجددا از شما بپرسم و به اتفاق بینندگان و شنوندگان بشینم پای پاسخ شما در این باره. بازم خوش آمدید و امروز آقا خیلی شارپ، ماشاءالله مثل 16 دومادا، خیلی مرتب و شیک، بفرمایید. مرسی جناب سوربی. پیش از هر چیز باید تکبیر الله ابها و سلام و درود بر تمام هموطنان و همزبانان. مثل که زبون من تازه از خواب بیدار شدم، نمیچرخه. در هر صورت در هر نقطه این دنیا هستن. و از اینکه هفته گذشته این سعادت نبود که من در خدمتتون باشم و شما فرمودی چون نمیباید کار بکنی و این اتفاق افتاده، اتفاقا ما برای روزهای تعطیل بهایی برنامه مخصوص داریم، من و برای اون روز هم من یک برنامه مخصوص تهیه دیده بودم. حالا چه در خدمت شما باشیم یا در نباشیم، این برنامه هستش. درست، حالا حتما حکمتی درش بوده. این داستان حکمت هم من قبلا خدمتتون عرض کردم، یه حکمتی بوده که نشد دیگه. انشالله که امروز جبران بشه و بتونیم به سوالاتتون پاسخ بدیم. اگر حالا اولین سوالا که شما فرمودید، بهتره امروز با سوالات شروع کنیم و بعد بریم قسمت‌های دیگه برنامه. خیلی ممنون. همین راجع به سعود صحبت کنید، همین راجع به روزی که به اصطلاح روز سعود هست، اون شما گفتید ما میتونیم، یعنی برنامه داریم، پس این دوستان که میگن نباید کار کنیم، آیا اختلافی در به اصطلاح درکش هست یا اینکه توضیح کامل داده شده؟ نه، این کار جناب سوربی، من کاری میکنم، شما کاری میکنید، در مقابل این کار شما یک درآمدی دارید. اینه که درسته در این روز ما کار نمی کنیم، ولیکن اگر من برای شما کار بکنم و حقوقی دریافت بکنم، باید از شما اجازه بگیرم و این اجازه به این صورت است که جناب سوربی امروز یا فردا تعطیل بهایی هستش، اگر اجازه بفرمایید من سر کار نیایم. شما صاحب الاختیار هستید که به من اجازه بدید. اگر به من اجازه دادید، من فردا سر کار نخواهم اومد. ولیکن اگر اجازه ندادید و میگید نه من کارم باید انجام بشه، من وظیفه دارم اطاعت کنم و بیام سر کار. اینه که این مسئله برنامه‌ای که هفته پیش من داشتم، این برنامه نه حقوقی دریافت میشه و مخصوص اون روز هستش. یعنی دعای خونده میشه، راجع به روز صحبت میشه، چی شد چی نشد. و اون روزی بود که حضرت بهاءالله از این عالم به عالم بالا صعود فرمودن و حالا راجع به این برنامه صعود
اگر سوالی یا توضیح دیگه نمیخواید من شروع کنم راجع به سود خدمتتون مطالبی عرض کنم. بفرمایید. ببینید، کلمه صعود به معنی ترقی، بالا، از مقامی به مقام بالاتر ارجاع شدن، بالا رفتن. حالا برای که مطلب روشن بشه یک مثلی خدمت رو عرض کنم. عالم جماد را شما در نظر بگیرید که این عالم جماد به عالم نبات صعود میکنه، یعنی عالم نبات همون جماد هست، ولی کن این اتم ها طوری نزدیک هم قرار میگیرن که قابلیت رشد پیدا میکنن. عالم نبات دوباره به عالم حیوان صعود میکنه، قرار گرفتن این اتم ها به طور کاملتر هست که حیوانات میتونن حرکت کنن، فکر کنن و تجسس کنن ببخشید و بعد عالم حیوان به عالم انسان ترقی میکنه. باز دوباره این اتم ها به طور کاملتری نزدیک هم قرار میگیرن و انسان قابل قوه فکر، کشفیت، کاشف میشه و این قدرت در حیوانات وجود نداره. قبلا هم بنده توضیح دادم که حیوانات از اول لا اول تا امروز به همون نوعی زندگی میکنن که میکردن، ولیکن انسان یک موقعی قارنشین بوده، با ترقی خودش تونسته امروز در شهرهایی به این نوع زندگی که ما ملاحظه میکنیم زندگی کنیم. پس این روح انسان اینجا مسئله خیلی مهم هست. البته به نظر من، هر کسی میتونه یک نظری داشته باشه، به نظر من اون چی که متوجه شدم فقط یک روح بیشتر نیست، مثل یک آفتابی که ما میبینیم به تمام این موجودات میتابه، ولیکن انعکاسش فرق میکنه. روح در انسان انعکاس کامل تری داره. حالا همین روح در انبیای الهی به طور کامل 100% منعکس میشه. و چیزی میخواستید بفرمایید؟ نه خیر، بفرمایید. پس این روح انسان وقتی که به طور کامل ترقی کرد در این عالم، از بدن جدا میشه. وقتی از بدن جدا شد، حالا بقیهش دیگه ما انسانها خبر نداریم به کجا میره. همینطور که پیش از این که ما متولد بشیم از رحم مادر به این دنیا بیایم، خبری از این دنیا نداشتیم که این دنیا چطور هست. حتی از بدن خودمون که دست، چشم، گوش، تمامی اعضای بدن، ما نمیدونستیم برای چی استفاده میشه. وقتی که اومدیم در این دنیا تازه متوجه میشیم که این دنیا چجوری هست و این اعضا به چه دردی خواهند خورد. حال اگر شخصی به این دنیا بیاد و بدون چشم بیاد یا بدون یکی از اعضا بیاد، ببینید که در چه گرفتاری عظیمی چی دچار خواهد شد. پس این مدت زمانی که در رحم مادر هستیم برای کامل شدن این بدن هست. حالا هم همین عالم فیزیکی در نظر بگیرید مثل یک رحمی. ما در حدود 80-90 سال در این رحم این دنیا هستیم برای آماده شدن بدن چی؟ روحانی، که روح ما چیکار میکنه؟ این روحانیت را شامل هست که اگر کامل نشود، یعنی اگر ما چشم فیزیکی داریم، چشم
باطنی نداشته باشیم، گوش باطنی نداشته باشیم، وقتی به اون یا اون دنیا میریم مثل آدمی میمونه که به این دنیا آمده بدون چشم. پس دو تا چشم لازمه، چشم ظاهری و چشم باطنی. ما اومدیم اینجا چشم باطنی، گوش باطنی، حس باطنی و اینجور چیزها را کسب بکنیم برای دنیای بعدی. حالا اگر بفهمید دنیای بعدی چطوره، عرض کردم بنده که خبر ندارم ولیکن ایمان دارم. حالا اگر بدن انسان را مثل یک آینه در نظر بگیری جناب سوری، این آینه وقتی که خورشید درش میتابه چیکار میکنه؟ انعکاس میکنه. حالا اگر خورشید ببخشید، اگر این آینه شکست، چه حالتی در خورشید، چه تأثیری در خورشید پیش میاد؟ هیچی. خورشید وجود داره. پس روح ما فرض کنیم مثل خورشید هست، بدن ما مثل آینه. اگر این بدن شکست، خورشید یا نور آفتاب هیچ ضرری یا اثر منفی نخواهد یافت. یا در نظر بگیرید بدن ما مثل یه قفسی هست، روح ما مثل یه پرنده در این قفس. حالا اگر این قفس افتاد و شکست و نابود شد، خب خوشا به حال این پرنده که آزاد میشه و میتونه به هر سوء دیگه چیکار کنه؟ پرواز کنه. این جواب مختصری بود که البته راجع به این مسئله خیلی میشه صحبت کرد، ساعت ها میشه صحبت کرد. بسیار ممنونم از شما. دوستی پرسیده که اجازه بدید من این تصویر رو عوض کنم و بیام خدمتتون که جلومون نباشه، عذر میخوام از این بابت. خواهش میکنم. اگر شما معتقد به خدا هستید و اگر به قول شما، به قول شما دینداران، خدایی قادر و توانا وجود دارد، پس چرا اینقدر بدبختی، فقر، بی‌عدالتی، بی‌انصافی، سلب آزادی و هزاران مشکل دیگه وجود دارد؟ دوست عزیزی که این سوال را کرده گویا فراموش فرمودند. ببینید، من همیشه مسائل را با یک مثل‌هایی در طبیعت استفاده میکنم یا در زندگی خودمون استفاده میکنم برای روشن شدن مطلب، و گاهی هم این مسئله ها طول میکشه، ولی که اشکال نداره که طول بکشه، باید مسئله روشن بشه. ببینید، بارها جناب سوربی سوال میکنن، باز دوباره همون سوال میشه. من یادم، شما این مسئله رو به من فرمودید که بعضی خب نمیبینن این برنامه رو، دوباره این براشون سوال هست، ولی که اتفاقا خوب هست که حلاجی بشه، روشن بشه. عرضم به حضورتون که اگر جناب سوربی من با شما در یک ماشینی بشینیم و منده رانندگی بکنم و شما در کنار من نشستید، من به شهر یا به مکانی که شما زندگی میکنید اصلا وارد نیستم. شما به من بفرمایید که مطلبی، اگر این خیابون را ادامه بدی، انتهای این خیابون یک پرتگاهی هستش، و اگر به اونجا برسی و متوجه نباشی، به این پرتگاه خواهی افتاد و ما دو نفر از بین خواهیم رفت و ماشینت هم از بین خواهد رفت. خب شما این اطلاع رو به من فرمودید، حالا این بستگی به من داره که گوش به حرف شما بکنم یا نکنم. اگر من گوش به حرف شما بکنم، خب هر دوی ما سالم به مقصدی که میخوایم میرسیم، ولی که اگر گوش نکنم، جناب صوبی، مقصر کی هستش؟ من هستم یا شما؟ شما که این گوش زد رو به من فرمودید، ولی که من گوش نکردم. پسر و پدر، دختر و پدر و مادر را در نظر بگیریم. پدر و مادر اگر تعلیم و تربیت یافته باشن و بدونن چجوری فرزندان خودشون رو تربیت کنن، خب حالا
پدر یا مادر به فرزند میگه راه زندگی تو این هست، باید تحصیلاتی بکنی، باید تحصیلات عالیه بکنی تا بتونی از این طریق زندگی مرفهی داشته باشی. چه بسا دیدیم در یک خانواده تعدادی فرزند هستن، یکی دو تاشون اون چیز که باید، یعنی پدر و مادر بهشون گفتن، اجرا کردن و زندگی بسیار موفقی در اجتماع دارن، و تعدادی هم اجرا نکردن و میبینیم که به چه زندگی گرفتار شدن، و حتی از اون بدتر چه بسا به اعمالی دست میزنن که گوشه زندان ها سر در میارن. این هستش که خداوند به ما بزرگترین موهبتی که عنایت فرموده، این عقل هست، خرد هست، اینو باید ما استفاده بکنیم، ولی کم آزاد گذاشته ما را، راه را انتخاب کنیم. ما سر یه چهار را میرسیم، اگر ما تعلیم و تربیت پیدا نکرده باشیم، مثل اینمونه که سر یه چهار رایی میرسیم در بر بیابان، ولیکن آدرسی نداریم که باید به کدوم سمت بپیچیم تا به مقصود برسیم. این هستش که خداوند به ما عنایتی کرده، عقل داده، خرد داده، باید ازش استفاده کنیم تا به اون پرتکان نیفتیم. بشر اصولا دو حالت داره، حالت حیوانی که اون حرص و حرصی هست که در وجود ما هست و اونجاست که ما استفاده میکنیم، بلکه اون حالت روحانی که توسط معلم روحانی به ما تعلیم داده شده یا داده میشه گوش نمی کنیم. وقتی که نمی کنیم چی میشه؟ وقت گناهش گردن خدا میذاریم که خداوند عادل نیست. چرا؟ خداوند خیلی عادل هست و عدالت خداوند این هست که به ما عقل عنایت فرموده و این عقل رو باید مثل یک چراغی در زندگی خودمون استفاده کنیم. حالا اگر نکردیم، خب جناب سوربی، مقصر کی هستش؟ ما هستیم یا خدا؟ بسیار ممنون. یعنی شما میگید ماها تقصیرکار هستیم که گوش نمیدیم. اگر گوش داده بودیم و عمل میکردیم، به این مکافات و مصیبت امروزی نمیافتاد. دقیقاً همینه جا سر، دقیقاً همینه. شما به تعالیم دیانت باهایی گوش کنید، مطالعه کنید. واقعا ما متاسفانه گوش نمی کنیم، ما مطالعه نمی کنیم. ما ببینید اینا یه کمی دیگه بهتره، یه توضیح بیشتری من به خدمت شما عرض کنم. تعالیم دیانت باهایی برای امروزه. امروز با 1000 سال یا 5000 سال پیش فرق میکنه. شما همون شهری که زندگی میکنید در نظر بگیرید، 1500 سال پیش این شهر چجور بوده؟ اصلا شهری وجود داشته؟ شاید یه شخصی یه گوشه‌ای زندگی میکرده، 3 کیلومتر اون برتر هم یه نفر دیگه زندگی میکرده. حالا اگر شما میخواستید اون زمان بودید و میخواستید منزل ایکسی برید، دیگه احتیاج بهش آدرسی نداشتید. ولیکن امروز ملاحظه کنید در شهری که شما زندگی میکنید، اگر آدرسی نداشته باشید میتونید به مقصود برسید؟ ولیکن آدرس 1500 سال پیش جناب سوربی امروز به درد نمیخوره. اینه که ما گرفتاریم، اینه که ما نمیرسیم به مقصد. گرفتاری ما اینجاست. امروز من شما را دعوت میکنم، راستی شما فرمودید بهایی ها، شما را دعوت نمیکنم. من اول که خدمتتون آشنا شدم دعوتتون کردم به استرالیا، یادتون باشه، یادتون نره با خانم محترمه. شما درست میگید، من از این بابت عذر میخوام. من منظورم جلساتی بود که دوستان در شیکاگو میذارن اینا، ولی بسیار ممنونم. شما همون جلسات اول رختی راجع به استرالیا و اینا صحبت کردم، شما لطف کردید، من رو دعوت کردید و حتما حتما اگر از اون ورا آمدیم مزاحم شما خواهیم شد. مرسی. خب نه، از اون ورا آمدیم نیست قربان. چشم. حالا تشریف بیارید. شما احتیاج به
چی میگن هالیدی دارید که یه خورده خستگی در کنید. چشم، ممنونم از شما آقای مطلبی. یه دوستی که قبلا هم با شما تماس گرفته و اینها، باز هم ابراز علاقه کردن که مایلن با شما بهائیان مناظره مبارزه کنن. پاسخ شما چیست؟ البته به این دوستمون گفتم که آقا اینا حرف خودشونو میزنن، شما هم حرف خودتو بزن. دوست داشتی از سرویس مردم تیوی استفاده کن، نخواستی از یوتیوب، فیسبوک، الان انقدر سوشال میدیا زیاد شده، از اونها استفاده کن. ولی ایشون هم مصرانه میاد و شما دوستان رو هم مثل سایه تعقیب میکنه، از شما گرفته، از دیدار یاران گرفته و روی فیلم های شما، ویدیو های شما، نوشته های دیگر دوستان ایشون مطالبی مینویسه. ایشون هم از ایران هست و اصرار داره با شما مناظره کنه. شما نظرتون در رابطه با این نوع مناظره ها که یک نوعی به مبارزه شبیه هست چیه؟ جناب سوربی، این دوستان من تجربه دارم ازشون. من زمانی که ایران بودم، ایشان، این دوستان همیشه تشریف داشتن و همیشه من با در گفتگو و صحبت وارد شدیم، همینجور که شما فرمودی یا اینها میفرمان، اینها میخوان مبارزه کنن، محکوم کنن و اثبات بفرماین که دیانت بهائی دینی نیست و یک دیانت دروغی هست. بسیار خوب، همه کس آزاد هست هر جوری که فکر میکنه، باور داره، خب قبول بکنه. اگر به نظر و ذهن این دوستان دیانت بهایی یک دیانت دروغی هست و دیانت درستی نیست، خب اشکالی نیست، این نظر این دوستان هست و ما بهایی ها به نظر دیگران احترام میذاریم و هیچ جای اشکالی نیست. ولی کن باید دید هدف از دین چیست. هدف از دین اگر اتحاد، وحدت، الفت، دوستی، محبت، یگانگی، اگر هدف از دین و دیانت این هست، خب اگر ما مبارزه کنیم، در مبارزه من قبلا هم عرض کردم از دو حالت خارج نیست، یا بنده محکوم و این مبارزه را میبازم یا این دوستان مبارزه را میبازم و این برخلاف دیانت بهایی است. دیانت بهایی همینطور که عرض کردم برای وحدت هست. وقتی که من این مبارزه را باختم چی میشه؟ ناراحت میشم. وقتی من ناراحت شدم، این برخلاف وحدت و یگانگی است. و اگر ایشون این مبارزه را که من عرض کنم که ایشون بازنده هستن، اگر ایشون که بازنده هستن ناراحت خواهند شد، حالا چرا ایشون بازنده هستن؟ تمام ایرادهایی که این گروه میگیرن از دیانت بهایی، عین همین ایرادها بر اسلام توسط آقایان مسیحی ها و کلیمی ها و دیگران گرفته شده. یعنی ایشان میگن که حضرت بهاءالله در اینجا از نظر املاهی، از نظر دستور زبانی اشتباه فرمودن. مثلا ایراد، یکی از ایرادشون اینه. خیلی خوب، برید کتاب هایی که بر علیه دیانت اسلام نوشته شده و همین ایرادها گرفته شده، جوابشون رو بدید. اگر جوابشون رو دادید، جواب این مسئله که شما در مورد دیانت بهایی میگیرید چی میشه؟ حل خواهد شد. این هستش که دیانت باید چیکار کنه؟ وحدت و یگانگی به وجود بیاره. آقایون عزیز، دوستان گرامی، هموطنان عزیز، شما ایرادهای دیگران که بر اسلام وارد کردن جواب بدید. چرا جواب نمیدید؟ من میدونم، من این کتابها رو خوندم، میدونم چه ایرادهایی میگیرن و گرفتم. اگر همین سوالات را جواب بدید،
به جواب خودتونم میرسید. حالا میوه دین جناب سوربی، میوه دین باید چی باشه؟ آیا این میوه دین که اتحاد و الفت و دوستی و انصاف و خیلی از صفات درست هست نیست؟ میگه اگر دینی خار این صفات را نداشته باشه شما اسمش را دین نمیتونید بذارید. شما در دیانت اسلام در امروز در نظر بگیرید به هزارها شعبه تقسیم شده، میوش چیه؟ ملاحظه کنید مملکت خودمون، کشورهای اسلامی دیگه در نظر بگیرید ببینید میوش چیه. میوش کشتار در کشورهای مختلف اسلامی نیست، افغانستان نیست، سوریه نیست. دوست عزیز مسئله رو برید اونجا حل کنید. حالا اومدن فرض کنید در دنیا 1,000,000 دیگه هم بهایی شدن، شما فرمودید که میخواید جلو اینها را بگیرید که اینها از راه مستقیم از صراط مستقیم منحرف نشن بیان بهایی بشن. بابا جلو این کشتارها بگیرید، وحدت بین خودتون به وجود بیارید. اگر شما تونستید بین این صدها شعبه یا هزار شعبه یکی بشید، من همین فردا صبح در خدمت شما هستم، منم میشم عین شما شیعه اثناعشر. بلکه میدونید که نمیتونید. خیلی خوب، تفاوتی بین اسلام و دیانت بهایی نیست. یک بخش از کتاب همون کتاب هست. فرق نذارید دوستان عزیز بین دیانت بهایی، دیانت اسلام، دیانت مسیحیت. اون دیانت اسلام یک آدرسی بود، یک راهنمایی بود برای 1500 سال پیش. آدرس جدید امروز چون شهر فرق کرده، دنیا فرق کرده، اینه که جناب سوربی اگر خواست بیاد منزل من باید آدرس جدید بش بدم. دیگه با اسب و قاطر و شتر نمیتونیم مسافرت کنیم عزیز، اینو در نظر بگیر. امروز جناب سوربی باید هواپیما سوار بشه از غرب یا شرق دنیا به غرب و شرق این طرف دنیا بیاد، آدرس باید داشته باشه. وقتی وارده کشور استرالیا میشه بدونه کجا باید بره، چه وسیله‌ای باید استفاده کنه. اینه. ولیکن تمام این ادیان برای وحدت بودن. یک روز وحدت بین خانواده بود فقط، بعد این وحدت به وسیله یک دهی برای یک دهی پیش اومد و تعالیم برای یک دهکده‌ای بود. بعد این تعالیم یا این آدرس ها عوض شد، برای شهر شد. بعد این آدرس ها برای کشور شد. امروز این آدرس ها برای تمام این دنیا هست. باید متوجه بشیم که تمام دنیا ما به هم بستگی داریم. در نظر بگیرید که در کشورهای آسیا از جمله ایران ما منابع نفتی بسیاری داریم که کشورهای دیگه به اون احتیاج دارن. کشورهای دیگه هم دارای چیزهای دیگه هستن که ما ایرانی ها احتیاج داریم، باید همکاری بکنیم. پس این تعالیم برای همکاری هستش، برای دوستی هستش، برای الفت هستش، برای یگانگی هستش. حالا شما میخواید مبارزه بکنید با من؟ من که اهل مبارزه نیستم، چون مبارزه زمانی با شما کردم و نتیجه نگرفتم. حالا بخواید مبارزه کنید برید یه نفر دیگه پیدا کنید. بسیار ممنون آقای مطلبی. از شما میپرسن آزادی به نظر شما چیست، چه حدی و چه حدی دارد، چه حدی دارا میباشد؟ بسیار خوب جناب سوربی، آزادی از خود انسان، از شخص شروع میشه.
اگر من خودم رو تونستم آزاد کنم، این شروع کار هست و سخت‌ترین قسمت از کار هست. بلکه اگر من نتوانستم خودم را آزاد کنم، گرفتاری از همینجا شروع میشه. ملاحظه بفرمایید، انسان یا بشر آزاد نیست، اسیر شکونات حیوانی خودشه. قبلا هم ما بنده عرض کردم که انسان دو حالت داره، یک حالت حیوانی است، یک حالت انسانی است. اینجا اگر در نظر بگیرید سه چیز در انسان، حالت انسانی یا عقلانی، حالت حیوانی و حالت روحانی، این سه پایه رو در نظر بگیرید که انسان میتونه اون ساختمان عظیمی بر روی این سه پایه چیکار کنه؟ بساز. عقل اینجا یک رول بسیار مهمی بازی میکنه بین حالت روحانیت و حالت حیوانیت. اگر این عقل انسان نزدیک بشه به حالت حیوانی، این عقل راهنمایی میکنه انسان را به اون سمت، به صورت شهوات نادرست، به صورت گریدی. چی میگیم به فارسی جان سوربی؟ درخشید چی میگیم؟ گریدی، تم، تمه، بله، هرس و تمه، هرس و تمه، هرس و تمه. این میشه که یک نفر میلیون ها دلار از یک جایی، از یک مکانی که این میلیون ها دلار برای رفاه مردم اون منطقه هستش، به توسط عقلش استفاده میکنه، در بانک های شرق یا غرب میبره و خودش هم میره اونجا زندگی میکنه. این را میگن رفاه حیوانی. حالا اگر همین عقل را چیکار کنه؟ استفاده بکنه در قسمت روحانیات، میگه نه، این پول مال من نیست، مال تمام این افرادی هستش که در این سرزمین زندگی میکنن، متعلق به اونها داره. پس چیکار میکنه؟ خرج اونها میکنه. ملاحظه بکنید که عقل انسان اگر آزاد بشه از اون شؤونات حیوانی که حرص و طمع هستش، چی میشه؟ اون وقت یک حالت فرشته به او دست خواهد داد، به اون طرف، به اون سو، به اون جهت چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. اون موقع هستش که انسان آزاد هستش از شؤونات پستر از خودش. ما اومدیم همینطور که همین چند دقیقه پیش عرض شد، ما اومدیم در این دنیا روحمون را پرورش بدیم، آماده کنیم، هیکل روح را پرورش بدیم و آماده کنیم برای یک مأموریت بس عظیمتر. حالا اگر این کار را نکنیم، خب ما آزاد نیستیم، و چون آزاد نیستیم، این آزادی ما اثر میذاره به چی؟ آزادی های دیگران. وقتی یک نفر به حکومت میرسه و دیکتاتور میشه، اعمالی که او انجام میده، کرداری که او از سر میزنه، چی هستش؟ اون حالات حیوانی هستش، ترقی نکرده. انشالله که این جواب مختصر کافی باشه. ممنونم از شما. فکر کنم ما باید از حیوانای عذرخواهی بکنیم، چون بعضی از اینا از حیوان ها هم بدتر میشن. اتفاقا آقای ذکرالله اتحاد الحق درباره همین گریدی بودن و خسیس هم نه، هرس و آز و اینا داشتن،
یه توضیح بسیار قشنگی دادن تو برنامه شون که یک درصد دنیا تمام دارایی ها رو، یعنی 99% دارایی ها رو به خودش اختصاص داده و همونجوری که شما گفتید و 99% دنیا موندن با اون 1% دارایی و اینه که اینجوری نظم دنیا به هم خورده. از شما ممنونم، ولی شما گفتید اینها کارهای حیوانی میکنن. من فکر نمیکنم حیوانهای بیچاره هم مثل اینها از هم نوع خودشون به اصطلاح سوء استفاده کنن. درست نه جان سوربی، دیروز من یک شخصی یک ویدئویی گذاشته بود در دیدار یاران، یک پرندهی آشخالا رو جمع میکرد میریخت توی اون ظرف آشخالی، گویا دوستان انسان ها غذاهای مختلفی میل فرموده بودن، اون ظرف های نوشابه ها و آشخالاش رو هر روز زمین انداخته بودن، این پرنده یک کلاغ سیاهی بود، جمع میکرد میریخت توی ظرف آشخالی. دیدم که واقعا ما باید درس بگیریم و واقعا با انسان ها از طبیعت و زندگی این پرندگان حیوانات به طور کلی بایستی که درس زیادی بگیریم. بسیار ممنونم از شما. یه سوالی هست که خود منم در همین رابطه با سوال دارم بهش اضافه میکنم با اجازتون. میپرسن که امام 12 با بهاءالله، عبدالبها و شوقی آفندی چه کسانی هستن؟ خود من گهگاه این ورور میشنوم که میگن دوستان بهایی باور دارن که امام 12 ظاهر شده، امام زمان ظهور کرده. بعد از طرفی میبینم، اینو یه بار دیگه هم پرسیدم که شماها میگید پیامبر ما، و بعضی از دوستان میگن که خب اگر این دو آزاد باشن از امام و پیغمبر، حتما یه مدت دیگه مثل مسیحی ها هم میگن پسر خدا هستیم، بعضی هاشون هم میگن لورد، خود خدا هستیم. شما یه توضیح درباره این به اصطلاح امام و دوازده امام زمان و با بهاءالله، عبدالبها و شوقی آفندی بدید. ضمن این که من متوجه شدم آقای اجلالی هم که فکر میکنه از اسلام و اینا میدونه، ولی تاریخچه این چیزها رو نمیدونه، و خود ما هم بین اسما که خیلی شبیه به هم هست، هم تاریخ‌ها و اینها به اصطلاح اشتباه میکنیم و کاملا وارد نیستیم. بفرمایید جناب سوربی، شما سوالی میفرمایید که من احتیاج دارم یه 2 سالی به این سوال جواب بدم. این میگن تاریخ دیانت بهایی، ولی کن اگر اجازه بدید ما از امروز که من قسمتی از این سوال را جواب خواهم داد، بریم شروع کنیم یه قسمتی از این برنامه را تاریخ بذاریم که دوستان وارد بشن به تاریخ دیانت بهایی و چجور بوده و چجور خواهد بود. در مورد سوال شما که جناب اجلالی هم چیزهایی فرمودن، متاسفانه من یک آیه از قرآن قرائت کردم برای ایشون، مثل گویا اصلا ایشون تو این باغ نبودن، جواب ندادن به بنده. این آیه میفرماند که اگر یک شخص دیوانه یا فاسقی، حالا فاسق را شما هر جوری میخواید دروغگوی معنی بفرمایید، اومد یه خبری به شما داد، به مسلمین میفرماند خبری به شما داد، باید شما بررسی کنید، به هر کاری دارید اون رو بذارید کنار و بررسی بفرمایید که این خبر چیست، اینقدر این خبر مهم هست. حتی این شخص اگر دروغگو باشه، شما میشناسیدش، شخصی رو میشناسید که این دیوانه است، دروغگو هست، و میاد میگه که من یه خبری برای شما دارم، شما هر کاری دارید باید اون رو کنار بذارید و برید ببینید این شخص چی میگه. حالا شخصی به نام بهاءالله یه امر جدیدی آورده و بنده خدمت جناب آقای اجدادی عرض کردم، ایشون بایست همون لحظه که این عرض را من کردم هر کاری داشت میذاش، از آمریکا بلا فاصله،
اگر نمیتونست یه باهایی اونجا پیدا کنه میومد استرالیا، این مسئله را قشنگ چیکار میکرد؟ بررسی میکرد، متوجه میشد و برمیگشت میرفت. در صورتی که من به ایشون عرض کردم که باهایی همه جا هستش، ایشون فرمودن بله 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 اتفاقا من میشناسم. حالا اگر این امر درست باشه و ایشون تحقیق نکرده باشه، ببینید که به چه گرفتاری خواهد رسید. ما وظیفه داریم، مسلمان ها وظیفه دارن که اینا بررسی کنن. حالا اگر به نظر شما همین دوست آقایی که قبلا سوال کرده بود درست نیمد، خب چیزی رو از دست نداده، ایشون اسلام را داره، خوشا به حال ایشون. ولیکن اگر درست تحقیق کرد، که ایشون درست تحقیق نکردن، تحقیق ایشون فقط به خاطر ایرادگیری بوده، به خاطر مبارزه بوده، به خاطر برنده و محکوم کردن بوده و برنده شدن بوده، این مسئله فرق میکنه. تحقیق باید چی باشه؟ از خلوص نیت باشه، نه چی مثل که از سوال منحرف شدم. بله جناب سوربی، تمام ادیان گذشته به طور کلی منتظر دو ظهور هستن. من بعضی از اونها را ذکر میکنم، مثل مثلا دیانت یهودی به رب الجنود و حضرت مسیح هستند. اینها منتظر این دو ظهور بزرگ هستند. در اسلام، ببخشید، در مسیحیت منتظر هستند به رجوع حضرت مسیح. حضرت مسیح باز میگرده و الیا، این دوتا، اینها منتظر هستند به رجوع مسیح و الیا. در اسلام همینطور منتظر به ظهور مهدی و مسیح هستند. ببینید خود مسیحی ها منتظر حضرت مسیح هستند که برمیگرده، مسلمان ها هم منتظر رجوع مسیح هستند و مهدی یا قائم آل محمد. پس اینها همینطور زرتشتی ها به بازگشت شاه بهرام ورجاون، پشوتن، هوشیدر، هوشیدرما، سوشیان منتظرن. بودایا منتظر بودای پنجم هستن و نجات دهنده. پس تمام ادیان منتظر دو تا ظهور هستن. حالا در این حالی که این دوستان و این مریدان ادیان مختلف منتظر دو ظهور هستند و این دو ظهور اتفاق افتاده، وقتی که اتفاق افتاد بلا استثنا تمام این ادیان میگن که دیانت ما آخرین هست و به آیاتی از آیات کتاب خودشون متشبث میشن و میگن، مثلا یهودی ها میگن که تنها دیانت چی هستش؟ یهودیست. اگر هم شرط و شروط قرار میدن، اگر هم کسی بیاد و ظاهر بشه، باید تورات را تعلیم بده. یعنی این آقایون وظیفه برای خدا قائل میشن، وظیفه برای صاحب خونه قائل میشن، وظیفه برای پادشاه این دنیا قائل میشن که چه کار باید بکنه، چه کار نباید بکنه. آقایون مسیحی ها دقیقا به یک آیه از انجیل متوسل شدن و همین را میگن که حضرت مسیح فرمود من اولم من آخرم، زمین و زمان عوض خواهد شد ولیکن کلام من عوض نمیشه. و چرا؟ میگن که بعد از دیانت مسیحیت دیانتی نخواهد اومد. اگر هم کسی بیاد باید انجیل را چکار کنه؟ در این همین مطلب در قرآن هست که میفرماید انا محمد رسول الله و خاتم الانبیا،
به این یک آیه متوسل شدند و از خورشید دیانت بهایی مثل سایرین که از خورشید دیانت اسلام دور موندن، این هم دور موندن. برای که متاسفانه متوجه نشدن این هم معنی داره. به انواع و اقسام میتونیم معنی کنیم. خب حالا این ادیان منتظر دو ظهور بودن. این دو ظهور، اولیش حضرت باب هست که یک جوان شیرازی بود، جناب سوربی همشهری شما، در شهر شیراز ظاهر شد. و دومین ظهور، که این دو تا ظهور با هم باید باشه، بنابر پیشگویی های ادیان گذشته باید پشت سر هم باشه، با هم باشه، توأم باشه. ظهور دوم مربوط به ظهور حضرت بهاءالله. دیانت بابی که مؤمنین حضرت باب هستند به طور کلی یک دیانت مستقل هست. دیانت بهایی یک دیانت مستقل هست. ما عرض کردیم که تمام ادیان از جمله این دیانت فصل‌های مختلفی از این کتاب هستند، ولیکن مستقل هستند. اون فصل مستقل هست، این فصل هم مستقل هست. ما در امروزه خودمون را بهایی می‌نامیم، یعنی مؤمنین حضرت بهاءالله. اعمال و شؤون و قوانینی در دیانت بابی بود که اون قوانین دیگه در دیانت بهایی نیست. این هستش که این دوتا دیانت مختلف هستن، ولیکن دیانت حضرت باب دوتا مقام داشتن. هم مقام مظهریت داشتن، پیغمبر بودن، هم این که بشارت دهنده به ظهور حضرت بهاءالله بودن. حالا قسمتی از تاریخ این دیانت من خدمتتون عرض میکنم. پیش از دیانت، که شروع این دیانت، افراد زیادی در قسمت‌های مختلف دنیا اونها متوجه شده بودند از بشاراتی که در این کتب هستش. چیکار کردن؟ شروع کردن آماده کردن مردم زمان خود. مثلا جان اسمیت که امروز بعد از اون که اون صعود کرد، دیانتی درست کردن به نام مرمون ها که این شعبه ای از همون دیانت مسیح هست. جان اسمیت مردم را آماده می کرد به طلوع مظهر ظهور جدید. در اروپا شخص دیگه ای ایشون مردم را آماده می کرد برای ظهور این امر جدید. در ایران، در اروپا میلر بود در آلمان، و حتی گروهی از این افراد می دونستن که این موعود باید در شهر مقدس، حتی در کوه کرمل بیاید، چون پیشگویی در حیفا و کوه کرمل. اینا هنوز هم اگر برید اونا اینجا هستن، منتظر هستن که اون موعودشون بیاد. در هر صورت در ایران دو شخص بودن، یکی شیخ احمد عصایی و دیگری سید کاظم رشدی. این دو نفر مردم را آماده می کردن برای ظهور قائم آل محمد و یا مهدی یا رجعت حضرت مسیح. بعد از اینکه این دو نفر به عالم بالا صعود فرمودن، شخصی به نام سید علی محمد شیرازی که لقب‌های نقطه اولا و حضرت اعلا، ایشون مؤسس دیانت بابی بودند. و همینطور که عرض کردم،
بشارت دهنده به ظهور حضرت بهاءالله. این دوتا مقام را ایشون داشتن. ایشون در تاریخ 20 اکتبر سال 1819 در شیراز متولد شدن. جناب سوربی، دفعه آینده من شما را سوال خواهم کرد، ببینم یادتون مونده یا یادتون نمونده. خیلی ممنون، حتما باید از امتحان پس بکنید به خاطر که همشهری شما. خوب شد حالا گفتید، من یکی دو بار این ویدیوها رو نگاه کنم تا شاگرد تنبل نشم. آقای مطلبی، پس شما میگید حتی توی همین فاصله 150-60 سالم شما عوض شدیم به اصطلاح از بابی به بهایی؟ بله بله، عرض کردم این دوتا دیانت به طور کل مستقل هستن. من نمیدونستم. یادتون باشه بابیت یک دیانت هست، دیانت بهایی هم یک دیانت هست. همینطور قبلن هم عرض کردم افراد دیگه هم، ادیان دیگه هم منتظر دو ظهور، دو مظهر ظهور هستن. این استش که ایشون در تاریخ 20 اکتبر سال 1819 در شیراز متولد شدن در یک خانواده‌ای که بسیار مورد احترام همگی بودن و این خانواده تاجر بودن و مشهور به کار. بله، خیلی ها میگن که حتی مثل بودا به اصطلاح اینها وضع خوبی داشتن، حتی مثل که تو دولت و اینها هم اگه میخواستن میتونستن شغلی داشته باشن و نفوذی داشته باشن، ولی از همه اینها دست به اصطلاح دل بریدن و رفتن دنبال اون باور و عقیده شون. بله، ایشون در 23 می، اگر تشریف ببرید به ویدیو قبلی که راجع به اظهار امر حضرت باب بود، من قشنگ توضیح دادم. 23 می سال 1844 اون امر خودشون را به جناب ملا حسین بشرویهی در شهر شیراز ابلاغ فرمودن برای اولین بار. بعد ایشون به جناب ملا حسین مأموریت دادن که این خبر را به تهران ببره و به سید علی محمد باب بده. سید علی محمد باب وزیرزاده بود. حالا ما وارد تاریخ حضرت بهاءالله نخواهیم شد، بعدن خواهیم شد، امروز فقط راجع به تاریخ حضرت باب صحبت میکنیم که دفعه آینده شما در امتحان خواهید بود. بسیار عالی. آقای مطلبی، یکی از دوستان شما فیسبوک هم دوستانی که سوال میکنن توجه میکنید که اونا رو هم پاسخ بدید؟ بله بله، من توجه میکنم و اکثر این سوالات که میاد از کجا میاد؟ از فیسبوک میاد یا دوستان دیگه این سوالات رو میکنن؟ بسیار عالی، چون یکی از دوستان سوالی کردن، البته این رو قبلا هم کردن و قبلا هم دکتر ویژن یگانه در این مورد صحبت کردن، الان من برای شما نوشتم گذاشتم زیر همین اسکایپ، نمیدونم شما میخواین بخونین یا من بخونم؟ طولانی نسبت راحت تر، چون که برای من اوکی، من میخونم برای شما راحت تر باشه. نوشتن که جناب آقای مطلبی و آقای سوربی، درود فراوان، از اینکه اطلاعات جالب در اختیار ما میگذارید. بنده سوالی برای مطرح بود، چگونه شیخ احمد اقصایی اطلاع داشتن که ظهور قائم نزدیک است و پس از مطالعه به این موضوع پی بردم، نمیدانم درست درک کردم. اولا در قرآن مجید خداوند میفرماید که حضرت محمد خاتم انبیا هستند، پس چگونه این امکان دارد؟ این گفتم خیلی سوال طولانی هست و چند تا مسئله رو در بر میگیره. روی فیسبوک شما گذاشته بودن ولی برای من به صورت پیام دوباره ارسال کردن، گویا از طرف 7-8 نفر هست. فکر کنم آقای اجازه بدین اسمشون اون بالا هست، آقای هوشنگ انواری و چندین دوست دیگه این سوالات کردن. جناب سوربی، این سوال خیلی طول میکشه، اگر اجازه بدید من جلسه آینده راجع به این صحبت بکنم و این مطلبی که امروز الان داریم راجع به حضرت باب من تموم بکنم که انشالله
سوالی برای کسی باقی نمونه؟ ما زیاد هم وقت نداریم، در حدود 4 5 دقیقه. چقدر وقت داریم جناب سوربی؟ هست چقدر؟ 5 دقیقه 6 دقیقه وقت داریم. بفرمایید. من ساکت میشم. من اینو تموم کنم انشاءالله در جلسه بعد اون را در مورد خاتمیت صحبت خواهیم کرد. بسیار. پس بعد از این که در تاریخ 23 می 1844 حضرت باب اعلان فرمودند در شهر شیراز که ایشون همون قائم آل محمد هستند، و بعد ایشون به مکه رفته و در مکه امرشون را به حاکم مکه یا اون کسی که مسئول مکه بوده اعلام فرمودن و برگشتن به شیراز. وقتی برگشتن به شیراز ایشون را دستگیر و زندانی کرده و بعد از اون به اصفهان تبعید فرمودن. وقتی که ایشون به اصفهان تشریف بردن، در خارج از شهر اصفهان هنوز وارد نشده، نامه‌ای به حاکم اصفهان نوشتن و از اون ایشون خواستن که جایی جهت موندنشون در اصفهان تعیین بفرمان. این لوح و یا نامه یا هر چی که شما میخواید اسمش بذارید به قدری سلیس و عالی و انشای بسیار زیبایی بود که منوچرخان حاکم اصفهان مجذوب این لوح شد. بلا فاصله منزل امام جمعه اصفهان را تعیین فرموده و ایشون را به اونجا فرستادن. من فقط مختصری از تاریخ عرض کنم. ایشون را شاه میخواست که ایشون را ملاقات کنه، ببینه حرف حساب ایشون چیست. ولیکن میرزا تقی‌خان امیر، میرزا آقاسی وزیر زمان، وزیر محمد شاه، از این کار جلوگیری کرد. چرا؟ ترسید که این شخص بیاد تهران و شاه مجذوب او بشه و صدارت را به او محول کنه، در صورتی که این برنامه در او نبود. بالاخره ایشون را به ماکو و چهریق و از چهریق به تبریز و دوباره از تبریز به چهریق فرستادن و منظورشون این بود که ایشون را بفرستن، چون حاجی میرزا آقاسی اهل اون مناطق بود، میدونست که این مردم چقدر متعصب هستن و امر او در اونجا خاموش خواهد شد و این مردم متعصب این شخص را خواهند کشت. در صورتی که برعکس شد، وقتی ایشون در چهریق بودن افراد بسیار زیادی آمدن ملاقات کردن و بابی شدن. وقتی این شد ایشون را به از ماکو به چهریق فرستادن و بالاخره مطلب را من کوتاه کنم چون وقت خیلی نیست، به امر میرزا تقی‌خان امیر کبیر و تصویب شاه که یک شاه جوان بود، ناصرالدین شاه بود، ایشون را در 9 جولای سال 1850 در شهر تبریز شهید کردند و این مسئله را فکر کردند. چی شد؟ تموم شد. حالا حتما شما عکس هایی از کوه کرمل که مرقد ایشون هستش و یکی از زیباترین ساختمان ها در دنیا هست، اگر ملاحظه کنید ایشون اونجا هستند و زیارتگاه همه بهایی ها شده. ولیکن کجا هستش؟ چی؟ اون آقای میرزا تقی‌خان امیر کبیر کجا هستش؟ آیا وضع و حال میرزا آقاسی کجا هست؟ اصلا ما هیچ جایی داریم؟
ایشون در به در شد و فرار کرد و نابود شد. این بود خلاصه ای از تاریخ حضرت باب جناب سوربی عزیز. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید به دوستان بیننده و شنونده بگیم که اگر مایل باشن با شما تماس بگیرن، بهترین راه همون صفحه فیسبوک شماست که من در حین برنامه و همین الان نشون میدم، خیلی ساده همون عنایت مطلبی که بنویسن پیدا میشه. اگر دوستانی هستن که دسترسی به فیسبوک ندارن، با این شماره تلفن و آدرس ایمیلی که زیر عکس شما هست میتونن تماس بگیرن. شماره تلفن هست 703-957-6150. پیام بذارن، پرسششون رو بپرسن یا نظرشون رو بدن، پیام ها رو برای شما ارسال میکنم. ضمناً ایمیل هم هست info@mardomtv.com. من هم از شما بسیار ممنونم. خیلی خوشحالم که صدا و تصویر و ارتباط بسیار عالی بود امروز از شما و از هر کسی که کمک کرده شما این ارتباط رو به این خوبی برقرار کنید. ممنون و متشکرم. امیدوارم همیشه همین جوری باشه و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. ممنون از شما. منم ممنونم از شما جناب سوربی. امیدوارم که هفته خوبی در پیش داشته باشید، همینطور تمام بینندگان و شنوندگان عزیز در هر نقطه این دنیای پهناور. موفقیت همگی را آرزو دارم. مرسی دوستان عزیز. این بود برنامه امروز آقای عنایت مطلبی و تشکر میکنم از شما که بین این همه رادیو تلویزیون، تلویزیون مردم را انتخاب کردید. ازتون خواهش میکنم که تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و با هم برنامه ها رو پی میگیریم و همیشه گفتیم و میگیم و خواهیم گفت که تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم. هر کسی با هر دینی، مذهبی، بدون هیچ دین و مذهبی، با هر نظر سیاسی میتونن در اینجا آزادانه صحبتشون رو بکنن، نظراتشون رو با دیگران در میون بذارن، تا جایی که به دیگران توهین، تهمت و تهدید نکنند. تنها سه شرط یا سه تا ته به قول آقای صبری، حسن صبری هست که میگه که تهمت نزنیم، توهین نکنیم و تهدید نکنیم. باز هم از آقای عنایت مطلبی ممنون و متشکر و از شما دوستان هم ممنونم که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. Thank you.